بعد از عرض سلام خدمت همه خواهران و برادران، برادران و خواهرانی که صدای مرا میشنوند در هر گوشه دنیا که هستند، امیدوار هستم صحتمند و عافیتمند بوده باشند. در صورت داشتن مشکل از الله سبحانه و تعالی مدد و مساعدت را آرزومند است. برادر ما از شیرین تگاب فاریاب پرسیدن، ممکن از آدرس صفحه های مجازی پاسخ خود را بگیرن. پاسخشان اینجا بوده که ما زمانی که جایی میریم مهمان میشویم، وقتی که مهمان میشوند داشته ها بر سر سفره می آید، هر کس به قدر میلشان تناول میکنن و نوش جان میکنن. پرسش اینجاست که آیا از روی سفره میوه و یا نان و یا چیزایی را که خواسته باشیم با خود برده میتوانیم یا خیر، انتقال کرده میتوانیم یا خیر. اینمی پرسش ایشان بوده است. فقیهان و مجتهدان امت اسلامی در پاسخ این پرسش اندکی دیدگاه متفاوت دارند، مگر آنچه که من میدانم از آدرس متخصصان و صاحب نظران دینی این است که یک دو جزئیه هست، به نام تملیک و به نام اباحت است. به این معناست یک انسان یک دارایی خود را به دیگه کس میدهد و کسی دیگر را مالک میسازد. یک صورت دومی ای است که انسان داشته های خود را به دیگه کس اجازه استفاده را می دهد. مثلا از میان زمین کسی راه می روی مانی تو نمی شود، اباحت است، یعنی راه رفتن مباح است، مگر او استقامت راهی که تو رفتی او را مالک نشده ای. از باقی کسی عبور میکنی اباحت است، به موتر کسی میشینی تا جای میروی مجانن اباحت است، تو مالک چوکی نشده ای. آمدیم که اگر بایسیکل موترسیکل به تو هبه کنه که از خودت باشه، آنگاه تو مالک شده ای که او را ما تملیک میگیم. هرگاه که ما در میان تملیک و اباحت گزینه را امتیازش بیان کردم، متخصصان و پژوهشگران صاحب نظران دینی گفتند آنچه بر روی سفره هموار می شود در مهمانی ها و ضیافت ها، یعنی هر قدر می خوری مباح است، مگر تو مالک خوردنی های روی سفره نیستی که با خود ببری. یک. اما اگر در صورتی که صاحب خانه خودش از روی سفره و شما چیزی را معاونت میکنن، یا خیلی با هم همدل هستین، میدانی که اگر ما کدام دانه سیب را بگیرم نه تنها صاحب خانه ناراض نمیشود بلکه اظهار خرسندی میکنه، در این صورت باز هم اشکال ندارد. یعنی امیدوار هستم که تملیک و اباحت را به صورت تخصصی و علمی درک کرده باشند جوانی که از شیرین تگاب فاریاب پرسیده بودند، چون ایشان انتظار دارند به خاطری که صدای ما را از آدرس رادیو ما نمیشنوند. امیدوار هستم که تعقیب بکنند، از صفحه های مجازی جواب خود را بگیرند. با تنقیح جواب دادم با ابعادش. دوم سوال، آیا داخل نماز فرض یا نفل ارانچی باشد ادعیه را به زبان فارسی، ازبکی، پشتو انجام داده می شود یا خیر؟ در این راستا اگر چند دیدگاه های عجیب و غریبی هست، اما برداشت من از دین الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم این است که اذکار مسنونه باید به صورت به زبان عربی بوده باشد. مثلا هر انسان در هر گوشه دنیا از چین تا آمریکا، اروپا مسلمانن که وقتی به تشناب میرن اللهم اینی اعوذ بیک من الخبث والخبائث، هرگاه که نماز میخوانن سبحان ربی العظیم، اللهم اغفر لی،
یا رب اغفر لی یا مانندی از هر چی است باید به زبانی عربی بوده باشد. التحیات، درود، اینا خلاصه از کار مسنونه داخل نماز. بیرون نماز عموما به قدر توان باید به زبانی عربی بوده باشد. دوم، برادر ما پرسیدن یک سوال پرپیچ و خم و جنجالی را پرسیدن. الله سبحانه و تعالی رحم و کرم بفرماید. سوالشان ای است که آیا گناه و اعمال زشت خوبی ها را از بین می برد یا پابرجا باقی است؟ پرسش را یک بار دیگر تکرار می کنم. یک انسان نماز، روزه، عبادت، از کار را انجام داده سالیانی سال، مگر با تأسف در زنا و قتل و رشوه و باقی معاصی و گناه ها واقع گردیده است. حالا پرسش اینجاست، آیا این گناه هایی را که نام بردیم، این معاصی، اون خوبی هایی را که قبلا انجام داده بود، او را منهدم و برباد و نابود کرده، یا اعمال خوب بر جای خود باقی است، گناه بر جای خود، کدامش است؟ در اینجا تفسیردانان یا مفسران امت اسلامی و محدثان امت در تعیین مراد آیات و حدیث تفاوت دیدگاه متفاوت دارند. قسمان فرق اسلامی گفتند به نام مذهب احباطیه که منسوب به معتزله می کنند، گفتند که نابود کرده است با تمسک به آیات قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. ایشان گفتند که بلی نابود شده، اعمال خوب به کلی از بین رفت. اما برداشت شخصی من ای است که جواب به صورت تفصیلی باید دادش. یک انسان هر قدر اعمال نیکو را انجام داده باشد، 50 سال بعد از دهانش یا از داشته های درون دلش عقیده های بی‌معنا و شرک آلود صادر شود، یا به تعبیر دیگر یعنی بعد از 50 سال اعمال خوب آلوده به شرک شد. در این صورت قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولئن اشرکت لیحبطن عملک. نعوذ بالله. پیامبر را خطاب میکنه که اگر تو شرک آوری، همه داشته های تو برباد می شود. پس عامه مردم ممیز، یعنی هر قدر اعمال صالحه صورت گیرد انجام شود که بعد از آن انسان سجده بغیر الله زده باشد، در ذات و صفات الله کسی دیگر را شریک دانسته باشد، در علم غیب الهی، در قدرت الهی، در شنیدن الهی، در دیدن الهی، کسای دیگری را دوش و دوش الله سبحانه و تعالی شنوا و دانا، اینا صفتهای الله را برش ثابت کنه، در این صورت تمام داشته های قبلیش از بین رفته است. در غیر از او وقتی که حرف توحید بر جای خود باقی است، صرف گناهی کبیره از این صادر شده، با در نظر داشت دیدگاه های متفاوت متخصصان و پژوهشگران دینی، برداشت متخصصین از جمله امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیرش در یک جای می فرماید والعقیده ان السیئات لا تبطل الحسنات ولا تحبطوها. می فرماید که عقیده و باور این است که گناه ها و معاصی خوبی ها را نابود نمی کند. همی برداشتشان است. و در عین حال اگر سراغ آیات قرآن بریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، قدر ذره اگر کسی اعمال خوب و یا بد کرده باشد، در آخرت اردو رو میبیند. و در عین حال ما به نام میزان داریم، ترازوی عدل الهی که اعمال خوب و بد سنجیده میشود، از سنجش اعمالم دانسته میشود که گناه در یک پله، خوبی ها در پله دیگر است. از این خاطر من طرفدار مذهب احباطیه نیستم.
درس های بخاری را اگر کسایی گوش کردن، اونجا به صورت تخصصی علمی همه جانبه با مناقشه ها بیان کردیم. اینجا به صورت گذرا رفتم، یعنی گناه در جای خودش است، ثواب در جای خودش است، ما تا هنگامی که به شرک نرفته باشد. امیدوارم که برادر پرسش خدا گرفته باش. دومین پرسش شانین بود که دلهای ناپاک را یا دلهای آلوده به حب گناه را چگونه صیقل زد و به پاکی مبدل گردانید، یعنی دل چطور پاک بسازیم. عزیز دلم، آنچه که ما نیاز داریم، قرآن و نظام اسلامی به عنوان اصول اساسی زندگی ما بیان کرد، حوزه های مختلف زندگی را روشن ساخته. تصفیه دلها فقط به محبت الله سبحانه و تعالی و رسول گرامی علیه السلام و حب آنچه در دین است، انزجار و نفرت از آنچه که در دین نیست، خلاصه از کار مسنونه با انکسار و درماندگی و ناتوانی تمام داشته های دین را عملی کردن وسیله تصفیه دلها می شود. سوم گفتن که توهین به سنت رسول صلی الله علیه وسلم از چه قرار است. عزیزان گرامی، اندکی جواب را بست می دهم. سبک دانستن یا کماندیشی یا تحقیر و توهین و اهانت، هر چی تعبیر میکنین، به الله سبحانه و تعالی، به کتاب آسمانی الله سبحانه و تعالی، به انبیا و پیامبران، به ویژه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سنت رسول صلی الله علیه و سلم، چهار چیز دم یک ردیف و اجماع امت مسلمه از نواقض ایمان است. ایمان همچو انسان از بین رفت. در این داستا اصول و قوانین اسلام را به درستی در حوزه های فکری و باورها متوجهش. با ارتکاب زنا و قتل و شراب و رشوه و غیره و غیره که باورمند به حلال بودن این اعمال نبوده باشد، نام انسان از دید اهل سنت فاسق است، کافر نمی شود. اما با توهین الله سبحانه و تعالی یا دشنام یا توهین و کتاب الله رسول صلی الله علیه و سلم، کتاب رسول که سنت است، با ولو که در صف اول نماز بوده باشد، با دشنام و توهین این مقدسات انسان ایمانش زائل می گردد، نکاحش تجدید می شود، حج را از سر می گرداند. در یک بحث منافقین در سفری، البته برگشت تبوک به مدینه باشه، چنین توهین و تحقیر را به رسول گرامی انجام داده بودند. گزارش را الله سبحانه و تعالی به رسول گرامی رسانید. وقتی که صحابه پرسان میکنه از منافقین، قرآن خودش گزارش میده: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. میگه هرگاه پرسانشان کنی یا چی، میگه ما غتزنان ساعت تیری کردیم، به تعبیر عام ایمان و شما این لعیب کردیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که آیا به الله و آیات الله و رسول گرامی علیه السلام شما روش خندی میزنید؟ سبحان الله. از این رو این آیت سند اجماع و اتفاق پژوهشگران و صاحب نظران دینی است که ایشان دشنام و توهین و اهانت این مقدسات را از نواقض ایمان خوانده اند، وسیله زوال ایمان می گردد. امیدوار هستم که برادر پاسخ خود را گرفته باشد و مسئولیت من ادا شده باشد، وسیله رشد فکری بر دیگران شده باشیم. جناب نوری سپرسان کردن که هرگاه که عروس به خانه می آید، تعامل ملت ها همی بوده است که به دم پای اسب و موتر و سواری عروس خون می کردن، مالی را ذبح می کردن، که باورهای عجیب و غریب در این راستا دارن مردمی که انجام می دهن. البته
در این داستان نیز باید گفت. اول قرآن کریم می فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. عقیده و باور پیامبر علیه السلام از این آیت دانسته میشه که الله برش میگه بگوی پیامبر عبادات بدنی من، مالی من، نسوک همه زندگی و مرگ من به رضای الله است. بناهن ذبح کردن به نیت دفع بلا و مصیبت و تقرب و ثواب به یاروس انجام داده اند، این گوشتش خو حرام هست، گوشت حرام هست، اما نقطه خطر اینجاست که به ایمان آسیب نرسیده باشد. اما قمیگم که همه باید بفهمن. الله رحم کنه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، شخصت برجسته جهان اسلام، بر روایت مسلم از رسول گرامی روایت دارن، در یک ردیف لعن الله من ذبح لغیر الله، الله سبحانه و تعالی آن کس را که به غیر الله تقربن برای نیت خوبی ها ذبح کرده او را از رحمت خود طرد کرده. و لعن الله من سرق منار الارض، آنانی که زمین ها را تقسیم می کنند بعد حاجر و فاصل در میان تقسیم بندی به حیث حدود می مانند، کسایی اقدام می کنه حد از بین می بره او را به زمین خود گد میکنه، نیز زیر لعنت الهی قرار دارد. و لعن الله من لعن والده، لعنت به آنانی که کسی را دشنام میزنند و او پدر ای را دشنام میزند، این از رحمت خدا زدش. و لعن الله من آوا محدثان، لعنت الله سبحانه و تعالی به کسایی که مجرم را حمایت میکنند، بدعتی را حمایت میکنند. اینا از جمله کسایی که از رحمت الله سبحانه و تعالی زدوده شدن. حاصل این است، محدث کبیر امت مفسر جامع شیخ محمود حسن در ذیل ای و ما اوهل به لغیر الله در تفسیر کابلی البته فرموده هست که این نظریات و این چیزایی که تقرب غیر الله هست، اینا با بسم الله هم حلال نمی شود مگر اینکه نیت را تغییر دهند. پرسش دوم هم است که زمانی که عروس به خانه داماد می رود، آنجا که گفته می شد بینشینید پایان شوید از اسب و سواریتان، او پایان نمی شد تا که یک خانه و حویلی ندهند. وقتی که خانه و حویلی دادن بعد پایان می شود. و روزی چند روزی که گذشت عروس مطالبه جایداد می کنه، می گه یک مزاق کردیم و رفت. در گام نخست یک عروس بالای داماد مهریه و قلین حق دارد، حد اقلش که 10 درهم شرعی بالای 2000 افغانی است، اکثرش معیار نیست، هر چه رضایت طرفین است. یک دوره که رضایت طرفین به یک مهر ترازی آمد، دیگه کسی بالای کسی به صورت لازمی حق ندارد. اگر جوان مردی میکنن دروازه باز است، دیگه مهری نیست، دیگه هیچ حرفی نیست. این بحثای عجیب و غریب است. بناهن دوستان از این اعمال دست بردارش. پرسش اینجا بود که آیا ای باز بعدن حق دیندار؟ بلی دیندار است، مذاق شوخی نیست. هرگاه که گفت که نمی خانه از تو باشه، هبه کرد و می تسلیم شد، تملیک شد بلکل از امو خانه از اموسی هرچی که است. اما آنچه که هوایی باشه و مشا باشه، پراگنده با یکی سی از فلان زمین و دکانم به تو بازه و به مرگ از اموی به کلش باطل میشه. پرسش دیگر اینجاست که امام پای راست خود را مانند پای چپ می خواباند، آیا نماز میشه یا خیر؟ عزیزان من، استادن و خوابانیدن پای از فرایض نماز نبوده. آره، برخلاف سنت رسول صلی الله علیه و سلم میشه، اما نماز میشه، نماز فاسد نشده. الله سبحانه و تعالی رحم و کرم بفرماید. یک پرسش به سرعت نوشته بودیم، متاسفانه که سجده اول چی کاری کردن ندانستم، فراموش کردیم، ببخشین. و پرسش دیگر اینجاست که یک انسان قبل از مرگش چند متر کفن را خریده اونجا در خانه مانده، آیا سر از او زکات می آید؟ نه خیر مادر، سر از او زکات نمی آید. پرسش دیگر اینجاست که برادر شوهر و یا هم شوهر خواهر چقدر محرم است؟
عزیز دلم، برادران گرامی، محرم از خود یک تعریف داره. تعریف محرم این است که تا هنگام زندگیت نکاح او به او حرام بوده باشد، نام می محرم است. از این رو نام شوهر شوهر است، محرم نام نداره، حکم محرم داره، مثلی که محرم بلکه از محرم پیشتر او کتش داره دیگه. بلکه به این خاطر هم برادر شوهر هم شوهر خواهر اینا موقتا تا اون وقتی که تو در قید نکاح اوستی یا همشیره در قید نکاحی از نست، تا اون وقت از دینا محرم شرعی نیست، دیده نمیتونه، سفر برده نمیتونه، حج برده نمیتونه، عمره برده نمیتونه، بس خلاص. بعد طرز لباس خانم ها البته در برابر شوهرش، در برابر خانواده و اعضای خانواده، روی زن، سر زن و دستانش که یکان وقت خمیر میکنه، طفلش شیر میته، یکان وقت که چیزایی رو میشه که پاچه خود بالا میکنه، ساقش، ساق و صدر و گردن و روی و سر و دیگه با دستا، اینا کاملا میشه که در وقتی کاروبار او را به مو وضعیت ببینن، اشکال علمی و تخنیکی نداره. باقی دیگه ای چیزایی که در وطن است، الله خودش رحم کنه، لباسای بی آستین و دیگه و دیگه، ای در هیچ وضعیت جایز نیست. از بادغیس پرسان کردن، برادر ما جواب پرسش خود را طرح کردن و پاسخشان از صفحه‌های مجازی بگیرن. زمین و تخم از یک نفر است، کار و زحمت از کسی دیگر. آیا چنین مزارعت درست است؟ آره، آنانی که مجوزان مزارعت هستند، این چنین مزارعت اشکال فقهی و تخنیکی ندارد. دوم پرسیدن قرض گندم به گندم مشکل نداره؟ فروش گندم به گندم ولو مساوی باشند نصیحتا ناجایز است، اما قرض پیسه به پیسه، طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم که به نام قرض میگیریم، هیچ اشکال علمی ندارد. زمانگه یا ورور پا پشتو بانده پشتن او کرده، از زم ناگذیری ما چه در زواب هم پا پشتو بانده ورته او کمه. اولا دا خبره و چه یو زوان شهید شوه او دی خلق و باقی بانده پور ده، او منگتا معلومم نده چه دا پور سنگش. یو سو خبر دلتا درته او کمه ورور جانه. یو خود امام مسلم رحمت الله علیه پر روایت باندین دی نبی علیه السلام یو حدیث ده، یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. دا شهید دا پارا هر گناه معاف کیدیشی، معاف کیگی، بخل کیگی، خو مگر پور دا بخل ور شی نده. یعنی چی دی چا پا شهید باندی پور یی، اگه پا شهادت باندی بخشش کیگی نه، او معاف کیگی نه. یو خبرم داد. دوم خبر در امام بخاری رحمت الله علیه پر روایت باندی نبی علیه السلام الفاظون دیر دیخو یو پکی داده، ویلی فمن توفی من المؤمنین، او سوک چی دی مسلمانانو در دلین در دنیا نزی یعنی وفات کی، فترک دینن فعلی قضاؤه، او در غیبان دی خلق پور بایی او ادا کولی ما پغاره باندې ده. دا د نبی علیه السلام اعلان دی، و من ترک مالا فلی ورثته، او چا چې څوک چې د دنیا لاړلو او اغینه مال او دارایی پاتې ده، نو مال پریخی دی به اغی ورث د پاره به ما د پاره بنی. دلته اوس محدثین علما مونږ او تاسو فقها علما ویلی، آیا دا مخصوص نبی علیه السلام پوری دی که دا نور و زمامداران هم خبر داسی بی؟ او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه زین شخصتون ویلی چه نه، سوک چی دا مسلمانان و امیر المؤمنین پا حیث باندی دی، او کل چی یو شهید دا دنیا نه شهید چی، او مال و دارایی پاتی نشی، او پوری ادا کول دا اغا زعیم امیر المؤمنین با دی دا اغا انداز پوری چی دا اغا شهید بیت المال که حقش تا دی. او کچیری بدا ادا نکرلا سچم بشی، فقط دلتا بیا کم انداز بیت المال که دی شهید حق دی، انشاءالله چه اندازو باندی اغا نمجریم که دیش. آخری خبر چی وست پور پی باندی دی، خو منگه نپویگو چی دی چا پا دغا شهید باندی پورو،
او منگ سا چم بوکو تاسو دا پارا سو لاری دی یو لارا دادا چه اعلان کئی ملگرو مخلصینو دی هر چا چیز منگ پا ورور پا کاکا و ماما باندی پور دی اگه فلانکی آدرس دا را دی شی اخپل پور دی اخپل اسناد سره تر لاسکی یو گزینه دادا کلا چه تاسی دا گزینه ادا کرلا او بیا هم سوگ را نگللی او دغه حالت کی بیا تاسی ورته استغفار کئی دعاگانی و کئی او کلا نا کلا کوای شی کرای شی چه تبا دا یو سو دا خپل جیب نه حلال شی راو باسی و مسکین یو کس تبا ورکی او دی خدای نه مدد او غاری چه دی کچیری چه دا اغا دین چه پدی او او صاحب دیده این چختن معلوم ندیده آغی باره که تبا قبول که دی غار خلاص که او بعد آغا لار انشالله تاسی عملی که اون پدی امید سره چه الله رب العزت او رحمی گیا و دا شهید مشکلم حل شی دا خبره شوا بلا خبره داوه چه دا یو زوان زوانی حالت که منزونه تر کری نوری خبری گناهونه کری او سبو که یو خدا المنش تا قضا شوی اغا په ترتیب سره قضایی را وگرزه شروع که لخیره او نور هر سگنا چی کری فقط یوازینی لاره داده که دا بنده مال اغیشتی اغا بی واپس که دی الله باره حقوق باره که گناه کری پس دا الله نمعافی و غاری دروازه دی توبه در تخلاص ده په اخلاص سره په ندامت سره چې د خپل کار نه پشیمانی سرګندی او بس سفر په مخ بیایي. پرسان دیگری بود که یک خانوم بعد از شوهرش وفات کرده سقط جنین کرده اشتی یک می بره چار یک. این مسئله به یک صورتی به یادم آمد اگر خدای نکرده خطا شده باشم باز شما میتونین در هفته بعدی طرح کنین یا آنچه که به خاطر من آمد این است. فقیهان امت اسلامی گفتن هرگاه که یک انسان طفل به دنیا میورد یک مادر با معذرت تمام با عیفت کلام اکثر اندام طفل به دنیا زنده بوده بعد مرده. در این صورت این زن را صاحب اولاد شماریده میشه و این هشتیگ میبره. در صورتی که دو ماه یک ماه سه ماه سقط جنین قبل از زنده شدنی طفل سقط جنین میکنه و یا هم مرده به دنیا طفل می آورد در او صورت به اولاد شمار میش. والله اعلم داشته و مستحضر در ذهن من همین دو شق بود. اگر خدای می نکره خدا نکنه که من خطا شده باشم میتونین دفته بعدی مرا شما تنبیه کنین. داشته که به یادم بود همین بود. همشیره بود والله علم از استخاره پرسان کرد آره قبل از نظام اسلامی فال و تیر کشیدن از خریطه ها بود. بعد از این که رسول گرامی عرض اندام کردن استخاره همانا دعاییست که در کتاب های خورد ریزه شما میبینین اینجا ما بخانم هم شما یاد نمیگیرین او دعا را پیدا میکنین بعد از آن درکت نماز به اخلاص میخوانین اما دعا را انجام میتین بعد وارد کارتان میشه. پرسش دیگر اینجا بود که یک جنس اگر قیمت نقدن بفروشیم 1000 اگر نصیحتن بفروشیم 2300 آیا درست است و یا خیر؟ بله درست است اما یک مورد به نام بی عین است در موارد دیگر تشریح کردیم و استثناء است. و پرسان دیگرشان ای بود که احرام را از عمره و حج برگشته با خود آورده آلی او را جان پاک می سازن مشکلی داره؟ نه خیر هیچ مشکل نداره بیخی تشویش نکن. گفتن که 87 یا 89 گرام طلا که یک زن داره زکات میده. از 80 گرامی از خود 2 گرام میشه از او باقیش هم دهد یا خیر؟ صاحب نظران و فقدانان امت اسلامی در اینجا دیدگاه متفاوت دارن. برداشت منی گناهکارم است که مورم حساب کنن از امو کسرشم بد. الله اعلم. آخرین پرسش اینجا بوده که بهترین ذکر کدام ذکر است؟ بهترین ذکر کدام ذکر است؟ افضل الذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له. از کلمات توحید بالا دیگر ذکر نیست به نص رسول صلی الله علیه وسلم. و بالاتر از درود نماز آیا دیگر درود هست؟ نه خیر.
درود ابراهیمی که در نماز خوانده می شود بهترین درود است که بالاتر از این دیگر نمی داشته باشد. جهان سپاس از همه برادران و خواهرانی که پرسش‌های را طرح کردن و من به قدر توانی بندگی و درماندگی هم پاسخ دادم و خطایی و نقصان بوده باشد از الله خود معافی می طلبم و باقی را و صدقه جاریه از الله رب العزت می خواهم که بگرداند و دوستان در هر سرزمین هستند ما را از دعا فراموش نکنند. از مجریان و مدیران برنامه نیز جهان سپاس با امیدی یک بار دیگر باز هم به هفته های بعدی که در خدمت شما بوده باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانک اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرک و نتوب.